رمزگذاری روی ورکبوک ها. یه وقتا یه سری اسناد اکسلی ما هستن که یه مقدار محرمانه ترن و باید دسترسی به اونا محدودتر بشه. ما میخوایم در این فیلم آموزشی با استفاده از ماکرونویسی روی سندهای اکسلیمون بیایم و پسورد قرار بدیم. برای انجام این کار من به سرورگ دیولوپر میرم. روی ویژوال بیسیک کلیک میکنم تا وارد محیط ویژوال بیسیک بشم. در اینجا و بعد از آخرین ماکروی موجود میام و از دستور ساب استفاده میکنم. ساب، خب اسمش رو میذارم پسورد. دو تا دی قرار میدم که اکسل ازم ایراد نگیره. خب در اینجا من برای قرار دادن رمز روی ورکبوکم میخوام از دستور سیو از استفاده کنم. یعنی بیام با استفاده از سیو از روی فایلم، روی سند اکسلم پسورد قرار بدم. خب میام و از دستور دیس ورکبوک استفاده میکنم. گفتیم دیس ورکبوک یعنی فایل اکسلی که ما الان داریم توش ماکرونویسی رو انجام میدیم. دیس ورکبوک دات. خب دستور چی بود؟ سیو از. تب رو میزنم و دستور سیو از برای من اینجا قرار میگیره. بعد از سیو از گفتیم یه اسپیس میزنیم تا این آرگومان برای ما نمایش پیدا کنه. خب فایل نیم. توی بخش فایل نیم علاوه بر اسم فایل من باید آدرس محلی که میخوام فایلم ذخیره بشه هم قرار بدم. میام روی دسکتاپم یه نیو فولدر ایجاد میکنم. اسمش رو 365 میذارم. واردش میشم. در اینجا میام و آدرس این نیو فولدر رو که اسمش 365 بود کپی میکنم. به محیط ویژوال بیسیک میرم و میام بعد از یه دبل کوتیشن این آدرس رو پیست میکنم. یه بک اسلش میذارم. در اینجا میام و اسم جدیدی که میخوام فایلم تحت اون اسم ذخیره بشه رو قرار میدم. مثلا اسمی که اینجا قرار میدم پسورد هست مجددا. یه دبل کوتیشن میذارم، یه ویرگول. میریم آرگومان بعد. فایل فرمت. فرمت فایل من چی باشه؟ من اینجا میام XL open رو تایپ میکنم. یه XL دیگه میزنم. کنترل و اسپیس رو همزمان فشار میدم. اینجا میتونیم فرمت مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. من ورکبوک ماکرو اینیبل رو انتخاب میکنم. تب رو میزنم. یه ویرگول دیگه. اینجا من الان میتونم پسورد مورد نظرم رو وارد کنم. یه دبل کوتیشن میذارم. پسورد مورد نظر من مثلا چی هست؟ 365. دبل کوتیشن رو مجدد قرار میدم. یه ویرگول دیگه میذارم. یه دبل کوتیشن دیگه. مجددا پسوردم رو مینویسم. 365. دبل کوتیشن و ماکروم رو ازش ران میگیرم. میبینیم که اومد. این فایل اکسل من رو به صورت کامل تغییراتی که روش ایجاد کردم رو در اینجا تحت نام پسورد ذخیره کرد. من الان روش راست کلیک میکنم و در این بخش شورتکات منیو کلیک میکنم تا جزئیات فایلم رو ببینیم. میبینیم که فرمت فایل من XLSM هست و حالا توی همین آدرسی که خواسته بودم ذخیرهش کرده. و میام روش دبل کلیک میکنم تا ران شه. میبینیم که اینجا از من پسورد میخواد. 365 رو وارد میکنم و اوکی رو میزنم. مجدد از من پسورد میخواد. 365 اوکی. میبینیم که فایل اکسل من تحت اسم پسورد اومد برای من ران شد و تمام تغییراتی که توی اون فایل داده بودم اینجا اعمال شده. مثلا ماکروی که اونجا نوشته بودیم میبینیم که اینجا قرار داره. پس با استفاده از دستور سیو از تونستیم روی فایلای اکسلمون پسورد قرار بدیم.